هیچ حراسی از محاکمه سران فتنه نداریم. محاکمه در زمان مناسب. رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی از ویژگی‌ها و دستاوردهای حماسه نه دی سال 88 گفت و اینکه این حماسه قله بصیرت ملت ایران در برابر فتنه ای بود که رنگ و بوی براندازی داشت و طراحی بیگانه در اون مشهود بود. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به بعضی اظهار نظرها درباره ادامه حصر سران فتنه و مبانی قانونی اون هم جواب داد. عده‌ای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد. و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درست هم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه نؤمن به بعض و نکفر رو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم. رئیس دستگاه قضا برای این سوال که چرا دادگاه سران فتنه هنوز برگزار نشده دو دلیل آورد. دلیل اول مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه است و دلیل دوم اینکه برخی عوامل فتنه همونطور که به صراحت هم اعلام کردن به دنبال نتیجه محاکمه نیستن. اونها فقط میخوان دادگاه رو به تریبونی برای زدن حرفهاشون تبدیل کنن. آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرد به محض تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی دستگاه قضا آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است. ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم. هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی عرض میکنم مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خودش و وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کارو خواهیم کرد. هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست. اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش ببرن، از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.